سلام و شبتان بخیر. به خبر ده با من یاسر ابرار خوش آمدید. سرخط خبرها. هشدار از بیرون شدن زود هنگام آمریکا از افغانستان. جنرال مارک میلی از پیامدهای خروج پیش از وقت نظامیان خارجی از افغانستان هشدار می‌دهد. این یک اشتباه راهبردی خواهد بود تا سربازان آمریکایی پیش از وقت از افغانستان بیرون شوند. نقش ژاپن در روند صلح افغانستان. طالبان خواهان نقش ژاپن در بیرون شدن نیروهای آمریکایی از افغانستان هستند. ما می خواهیم تا یک میراث بسیار مثبت را از خود در اینجا بر جا گذاریم. ما این کشور را ترک و فرار نمی کنیم. ما به دنبال یک توافق خروج نیستیم. سفر مقام های امنیتی به فاریاب. وزارت داخله می گوید طرح تازه نیروهای امنیتی برای تامین امنیت فاریاب انسجام پاسگاه های کوچک است. داعش یک تهدید به جهان است. این یک گروه خطرناک و بدون شک یک تهدید به منطقه نیز است. و رسیدن نخستین محموله سامانه سفر دفاع موشکی S-400 روسی به انقره. مشروع خبرها. یک جنرال بلندپایه آمریکایی بیرون شدن زود هنگام نیروهای آمریکایی را از افغانستان اشتباه راهبردی می‌داند. جنرال مارک میلی نامزد ریاست ستاد مشترک ارتش آمریکا از پیامدهای خروج پیش از وقت نظامیان خارجی از افغانستان هشدار می‌دهد. جنرال میلی می‌گوید که واشنگتن در افغانستان منافع دارد و این منافع با گفتگو با طالبان و پیدا کردن یک راه حل به جنگ این کشور تامین شده می‌توانند. هرچند جنرال مارک میلی از سوی رئیس جمهور ترامپ برای کمک به پایان جنگ افغانستان، جانشین جنرال جوزف دانفورد همچون رئیس ستاد مشترک ارتش ایالات متحده نامزد شده است، اما این جنرال خود مخالف بیرون شدن نیروهای آمریکایی در اوضاع کنونی از افغانستان است. این یک اشتباه راهبردی خواهد بود تا سربازان آمریکایی پیش از وقت از افغانستان بیرون شوند. جنرال ملیکی برای تاییدیه نامزدیش همچون رئیس ستاد مشترک در کمیته خدمات تسلیحاتی سنای ایالات متحده حضور یافت، میگوید که منافع آمریکا در افغانستان از یک توافق و صلح با طالبان تامین شده میتوانند. منافع ما با پایان جنگ در افغانستان برآورده شده میتوانند و من فکر میکنم این منافع از طریق رای حل برخواسته از گفتگو با طالبان برآورده خواهد شد. برخی از پیشرفت ها را در این راستا میبینیم. جنگ در افغانستان آهسته و دردناک است. من یک بخش زیادی از زندگیم را در افغانستان سپری کردم، اما فکر میکنم این جنگ ضروری است. ما با یک هدف به افغانستان رفتیم تا جلو حمله های همانند 11 سپتامبر را از آن کشور بر امریکا بگیریم. از سوی دیگر جنگ افغانستان یکی از محورهای پیکارهای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری سال آینده ایالات متحده است. به گونه ای که جو بایدن یکی از نامزدان پرآوازه حزب دموکرات وعده می دهد تا جنگ افغانستان را پایان دهد. من از دیر زمان تاکید می کنم که ما باید اکثریت مطلق سربازان جنگی ایمان را از جنگ ها در افغانستان و خاورمیانه به کشور برگردانیم و به گونه باریک بر ماموریت ما برای برخورد با القاعده و داعش در منطقه توجه نماییم. جنگ افغانستان دراسترین جنگ تاریخ ایالات متحده است. نبرد که تا کنون به بهای جان باختن بیش از 2400 آمریکایی و هزینه شدن بیش از 800 میلیارد دلار برای واشنگتن تمام شده است. طالبان خواهان نقش ژاپن در بیرون شدن نیروهای آمریکایی از افغانستان هستند. شیر محمد عباس سانگزی عضو هیئت گفتگو کننده طالبان میگوید که پس از رسیدن به توافق صلح، کشورهای اروپایی و آسیایی تضمین کنندگان برای خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان هستند. از سوی دیگر زلمه خلیلزاد میگوید که آمریکا به دنبال خروج و فرار از افغانستان نیست. شیر محمد عباس استانگزی، عضو هیئت گفتگو کننده طالبان، در گفتگو با یکی از رسانه‌های ژاپنی می‌گوید که کشورهای اروپایی و آسیایی همچون تضمین کنندگان برای خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان پس از رسیدن به یک توافق صلح هستند. او می‌گوید یک توافقنامه در برابر تضمین کنندگان امضا خواهد شد. در این باره تمامی طرف‌ها تصمیم خواهند گرفت و ژاپن می‌تواند در میان تضمین کنندگان باشد.
استانکزهی تاکید می‌ورزد که پس از آغاز روند بیرون شدن نیروهای آمریکایی از افغانستان، طالبان متن توافق را با واشنگتن عملی خواهند کرد. این عضو طالبان هر گونه انتخابات را در حضور نیروهای خارجی در افغانستان برای طالبان غیر قانونی و غیر قابل پذیرش می‌داند. خروج قوت‌های خارجی از افغانستان 3-4 ساله بگیره، یعنی که اونا نمی‌خواهند انتخابات در این مدت صورت بگیره. هیچ دلیل دیگه بر از نه وجود نداره مگر اینکه ترسشون از انتخابات است و به مقابل مردم ایستاد شدن است تا اونا را به خدمت بپذیرن. با این حال زلمه خلیلزاد در یک پیام ویدیویی به نشستی درباره صلح افغانستان در دانشگاه جورج تاون میگوید که امریکا به دنبال خروج و فرار از افغانستان نه، بل در تلاش رسیدن به یک توافق صلح است. ما می خواهیم تا یک میراث بسیار مثبت را از خود در اینجا بر جا گذاریم. ما این کشور را ترک و فرار نمی کنیم. ما به دنبال یک توافق خروج نیستیم. ما در انتظار یک توافق صلح هستیم و ما به دنبال یک رابطه دراز مدت و مشارکت با افغانستان هستیم. انتظار می رود که پس از پایان دیدار خلیلزاد از چین و نیز ریزنی هایش با مقام های آمریکایی در واشنگتن، به زودی او گفتگوهایش را با طالبان در قطر از سر گیرد. شورای ولایتی بغلان میگوید که از شب گذشته تا کنون جاده بغلان کندز به علت درگیری ها میان نیروهای دولتی و طالبان بسته است. یک عضو شورای ولایتی بغلان میافزاید که شام گذشته هنگامی که کاروان موترهای ارتش از مسیر منطقه چهارشنبه تپه و جر خشک میگذشتند، با گروهی از طالبان روبرو شدند و این نبردها تا پس از چاشت روز جمعه ادامه داشت. اما وزارت دفاع ملی میگوید که پس از چند ساعت درگیری اوضاع در بغلان به حالت عادی برگشته است. شورای ولایتی بغلان از بسته شدن شهرهای بغلان کندوز در نتیجه جنگ های پیهم میان نیروهای امنیتی و طالبان نگران است. اینجا در کابل نیز شماری از باشندگان بغلان گرد آمدند و از آنچه افزایش ناامنی ها در این ولایت میگویند ابراز نگرانی میکنند. باشندگان بغلان هشدار میدهند هرگاه حکومت به زودی به ناامنی های بغلان رسیدگی نکند، اوضاع امنیتی این ولایت بدتر خواهد شد. امروز دولت توجه به مردم بغلان، به امنیت بغلان، خاصتا به این شهرهایی که مردم رفت آمد میکنند توجه نداره. کلسواری ها در سکوت است، مرکز ولایت ناامن است، دیگه همه نگران هستند. قریه جات ساحاتی که جنگ میشن، مردم از او قریه کوچ میکنند. تقاضا مرکزی حکومت نام امداد است بغلان تجدید پاملرنه و که بغلان پاملرنه و که خدا نخواسته به شمال ما مشکلات سر مخامخ کیگی. کندوز در همسایگی بغلان نیز گواه درگیری های سنگین میان نیروهای امنیتی و طالبان است. اما اکنون نیروهای امنیتی میگویند که در ادامه عملیات نظامی در ولسوالی امام صاحب نزدیک به 60 تن از طالبان کشته و زخمی شدند. ادعایی را که طالبان نپذیرفتند. گنتن قریه فاک سو دغه استقامت غرب دی روزی سغه لوی تشویش دیوله سره و دی خلکو سره و اگر په دزل تاسیم را سره است تاس شاید حال است وضعیت ګوري تر اوسه پورې هیڅ نه و منفی عکس العمل منګ تر اوسه شاید نی. در 24 ساعت گذشته در کنار ولایت بغلان نبردها میان نیروهای امنیتی و حراس افغانان در 12 ولایت دیگر نیز جریان داشته است. مسئولان امنیتی در حالی که آمار تلفات نیروهای امنیتی را به دست نمی‌دهند، اما میگویند که تلفات سنگینی به حراس افغانان وارد شده است. نه تنها ولایت بغلان، بلکه در سراسر افغانستان هر جایی که تروریستان و مخالفان مسلح حکومت در اونجا حضور داشته باشند، عملیات ما در اونجا اجرا میشه و تحرکات نظامی اونا محروم میشه. نیروهای امنیتی با نیروهای دفاعی و بخش کشف استخبارات افغانستان در یک هماهنگی کامل و نزدیک بین هم کار میکنه. امسال در پهلوی حملات محاربوی علیه دشمنان مردم افغانستان، عملیات هدفمند و اپراتیفی نیز افزایش یافته که نتایج خوبی را در قبال داشته. لوگر، پکتیکا، بدخشان، هرات، بلخ، فاریاب، جوزجان، کندز و شماری دیگری از بخش‌های کشور در روزهای اخیر گواه درگیری‌ها میان نیروهای دولتی و جنگجویان گروه طالبان بوده است. مسئولان ارشد امنیتی و فرمانده نیروهای خارجی در افغانستان از بحر طرح‌ریزی و بررسی چگونگی وضعیت امنیتی فاریاب به این ولایت سفر کردند. اسکات میلر میگوید که نیروهای خارجی و نیروهای امنیتی افغان یک جا با هم برای مبارزه با تهدید داعش در فاریاب و دیگر ولایت‌های کشور میکشند. در همین حال معین ارشد امنیتی وزارت داخله میگوید طرح تازه نیروهای امنیتی برای تامین امنیت فاریاب انسجام پاسگاه‌های کوچک است.
جنرال اسکات میلر، فرمانده کل نیروهای خارجی در افغانستان، خوشحال سعادت معین ارشد امنیتی وزارت امور داخله، رئیس ارگانهای محلی و معاون وزارت دفاع ملی برای بحث روی برنامه بهتر از بهره تأمین امنیت فاریاب از این ولایت دیدار کردند. هرچند باشندگان فاریاب و مسئولان محلی از فعالیت داعش در این ولایت نگران هستند، اما جنرال میلر میگوید نیروهای خارجی و نیروهای امنیتی افغان میکوشند که در برابر این گروه مبارزه کنند. داعش یک تهدید به جهان است. این یک گروه خطرناک و بدون شک یک تهدید به منطقه نیز است. ما درباره فعالیت‌های داعش بسیار نگران هستیم. ما هم را با نیروهای امنیتی افغان کارهای بسیاری را در برابر داعش انجام می‌دهیم. همزمان با این، معین امنیتی وزارت امور داخله میگوید طرح تازه نیروهای امنیتی برای تامین امنیت ولایت فاریاب انسجام سازی پاسگاه‌های دورافتاده است. قبلا پست‌هایی که مربوط نیروهای امنیتی و دفاعی بود در ساحات دورافتاده بودند که از نقطه نظر مدافع توانایی بیشتر نداشتن و همچنان از نقطه نظر تحرک که وظیفه پلیس است که امن و نظم عامه چالش‌های خود داشتن. و تلفاتی هم که ما میدیم بیشتر همه بود که چون دور افتاده بود دسترسی از قوی منتظره برشان نمیشد وجود داشت. نیروهای امنیتی میگویند که توانستند ولسوالی بلچراغ و مسیر بلچراغ تا گرزدیوان را از مخالفان مسلح حکومت بگیرند. هم ولسوالی بلچراغ آزاد شده و هم مسیر ولسوالی بلچراغ گرزدیوان و هم دولت آباد یک انکشاف بسیار کلان آمده. ما به یاد دارم یک سال گذشته حوزه امنیتی ما بسیار کوچک شده بود. امروز حوزه امنیتی این ولایت هر روز بزرگتر و کلانتر شده میره و سوی تفاهمایی که وجود داشت امروز از هر روز بیشتر کرده. مردم اعتمادش با اردو و با نیروهای امنیتی افغانستان بیشتر و بیشتر میشه. فاریاب یکی از ناامن‌ترین ولایت‌های کشور به شمار می‌رود. باشندگان این ولایت می‌گویند که راه‌های بسیاری از ولسوالی‌های این ولایت با شهر میمنه بسته هستند و حتی نیروهای امنیتی در بخش‌های دوردست از طریق هوا اکمال می‌کنند. پلیس هرات از بازداشت بیش از 3500 تن از عاملان جرم‌های جنایی و ناامنی‌ها در بیشتر از یک سال پسین در این ولایت خبر می‌دهد. فرمانده پلیس هرات می‌گوید که بیشتر این افراد در دزدی‌های مسلحانه و آدم‌ربایی‌ها دست داشتند. دزدی‌های مسلحانه و جرم‌های جنایی در شهر هرات همواره نگرانی باشندگان این ولایت را به همراه داشته است. اما پلیس هرات میگوید که در جریان یک سال و چهار ماه گذشته نزدیک به 3500 تن را به اتهام جرم‌های جنایی و ناامنی‌ها بازداشت کرده و به نهادهای عدلی و قضایی سپرده است. ما تقریبا 3000 نفر در سال 1397 ما دستگیری داشتیم که در کاتگوری‌های مختلف است، یعنی تنها سارقین نیست، مثلا اختطافچی است، مجرمین مختلف است، سرقت‌های مسلحانه، قاچاق برای مواد مخدر و اقدامات پلیس بوده تقریبا و در حدود 4-4.5 نفر در سال 1398 و تقریبا در حدود 30 نفر از اختطافچی‌های بسیار خطرناک در عملیات ما کشته شده. باشندگان هرات دزدی‌های مسلحانه و جرم‌های جنایی در این ولایت را نگران کننده می‌دانند. با گفته آنان فعالیت دزدان و مجرمان در شهر هرات آرامش را از مردم گرفته است. پلیس از دستگیری مجرمین خبر میده و در داخل شهر، اما با آن هم ما میبینیم که هنوز این دزدی ها و خلاصه این سرقت ها و این اختطاف ها و خلاصه امثال اینها در شهر ادامه داره. میبینیم هنوز هم ناامنی در هرات به اوج رسیده و هنوز هم دزدی ها وجود داره. من نمیفهمم مشکل در کجا است. این خاک پاش شدن چیش مردم است یا نه، واقعا اصل مشکل در کجا؟ برخی از فعالان جامعه مدنی در هرات فساد در نهادهای عدلی و قضایی به ویژه سارنوالی را علت اصلی مجازات نشدن عاملان ناامنی ها در این ولایت می دانند. یک قسمت عمده از این موضوع را پیدا می کند و فسادی که در ادارات عدلی قضایی و سارنوالی وجود داره و گفتم خیلی از دوسیا هست لا از اونا باز نمیشه یا برای از اونا دوسیه تشکیل نمیشه. تلاش کردیم تا دیدگاه مسئولان ریاست سارنوالی استیناف هرات را نیز در این زمینه داشته باشیم، اما آنان حاضر به پاسخگویی نشدند. مقام‌های امنیتی در هرات می‌گویند بیشتر مجرمانی که از سوی پلیس بازداشت می‌شوند مجرمان متکرر هستند که به تازگی از زندان رها شدند. تا لحظات دیگر.
متهم شدن شماری از مقامات حکومت به ویژه یک وزیر کابینه به آزار و اذیت جنسی بانوان. باز هم خوش آمدید. معاون دوم مجلس نمایندگان ناامنی‌ها و بی‌ثباتی را در کشور از عمده‌ترین چالش‌های فراراه کارهای اعضای مجلس می‌داند. احمد شاه رمضان بدین باور است که نزدیکی مجلس نمایندگان با مردم می‌تواند در رسیدگی به چالش‌های موجود در کشور اثرگذار واقع شود. وی که پیشینه بازرگانی دارد می‌گوید که به گونه ناگهانی وارد رقابت از بهر رسیدن به کرسی معاونیت دوم مجلس شد. از دست یافتن به کرسی معاونیت دوم مجلس نمایندگان خوشنود به نظر می رسد. آلان که تاکید می ورزد که به گونه ناگهانی وارد رقابت از بر رسیدن به این کرسی شد. تصادف 10 بجه گفت کی کاندید می کنه کی کاندید می کنه. یک چند نفر گفت تو کاندید کن. از دوستا مشوره گرفتیم آمدیم. اونم یک سخنرانی بود. سخنرانی ما بیخی واضح بود در پارلمان افغانستان. ما گفتم ما دکترایم در کاکگی گرفتیم، ماستریم در میلی بودنم گرفتیم، لیسانسیم در مردمداری گرفتیم. 5 سال در مجلس سنا و نزدیک به 8 سال در مجلس نمایندگان فعالیت داشته است. تجارت پیشه است، اما میگوید که کوشیده است تا 4 فرزندش را بیشتر به آموزش و تحصیل ترغیب کند. و باور احمد شاه رمضان، ناامنی و بی‌ثباتی در کشور از عمده‌ترین چالش‌های فرارای کارهای اعضای مجلس نمایندگان بودند. ما درست است، قانون درست میکنم، تطبیق سخت است. ولی سوال های ما شما میبینید که تطبیق نمیشه قانون. و حتی در خود افغانستان قانون اساسی هر کس به نفع خود استفاده میکنه. تطبیق درست نمیشه. از ریاست جمهوریش گرفته داخلات مشکلات ایجاد داره. بودنگ روز میشینیم صبح کی چای صبح که میخوریم مردم که مراجعین می که زیاد گپ صحبت میشه من راستیش میگرزم میگم من میرم که واقعا آفرین حوصله کار گزینش رئیس و معاونان دور هفتم مجلس نمایندگان هفته ها به درازا کشید و این بیشتر از بر جنجالی شدن انتخابات ریاست مجلس نمایندگان بود. بی بی سی در یک گزارش تازه به نام رسوایی در قلب دولت افغانستان شماری از مقامهای بلندپایه حکومت افغانستان به ویژه یکی از وزیران برحال را از زبان شماری از زنان که در حکومت کار کردند به آزار و اذیت جنسی زنان متهم می‌سازد. در این گزارش آمده است که اتهام آزار و اذیت جنسی زنان در بلندترین سطح حکومت افغانستان نیز وجود دارد. در این گزارش یکی از کارمندان پیشین حکومت ادعا می‌کند که چندین بار از سوی یکی از وزیران بلندپایه کنونی که پیش از این رئیس یکی از نهادها بود آزار و اذیت جنسی شده است. این بانو ادعا دارد هنگامی که یکی از روزها به دفتر این رئیس رفت به یک اتاق برده شد و این مرد که اکنون وزیر کابینه حکومت است کوشید تا بر وی تجاوز کند. هرچند حکومت افغانستان برخی از اتهام‌های همانند را در گذشته به بنیاد خوانده است، اما درباره این گزارش تا کنون واکنش نشان نداده است. تا لحظات دیگر. ایجاد سبزخانه ها از سوی زنان در ننگرهار. به ادامه خبر ده خوش آمدید. 300 سبزخانه در ولایت ننگرهار نیازمندی های بازارهای سبزی های تازه را در این ولایت تامین می کنند. مسئولان وزارت زراعت و آبیاری در ننگرهار می گویند که بیشترین سبزخانه ها در این ولایت از سوی کشاورزان زن ایجاد شدند. از سوی هم شماری از کشاورزان زن در ننگرهار می گویند که با ایجاد سبزخانه ها توانستند درآمدهای مناسب داشته باشند. زینت زن 30 ساله در بلسفونی بیسود ننگرهار که با گفتهش از چند سال بدین سو با ایجاد سبزخانه توانسته است به خود کفایی اقتصادی برسد. وی میگوید که سبزی های برداشت شده از این سبزخانه را با بهای مناسب در بازارها میفروشد. د دې څخه موږ ډېره زیاته ګټه لاسته راوړو چې دغه بادرنګ هم ترې خرڅول او په هغه باندې د کور د ضرورت وړ شیان راوړل. مخکې دغه ځینه موږ نشو استفاده کولی. اوس مهال زموږ په ژوند کې ډېر زیات تغییر راغلی ده. ازي وختې سبز در زندګي زیات تغییرات آمده. اول خو یې شوارم بسیار مریض بود،
تکلیف روانی داشت. وقتی که دای باغچه سبز کار خود پیش میبره و زندگی ما رو به خوب شدن است. در امینال مسئولان ریاست زراعت و آبیاری ننگرهار میگوین که در پنج ولسوالی ننگرهار بیشترین سبزخانه ها از سوی زنان کشاورز ساخته شده. هغه سبزیجات چې په اوړي او په ژمي په موسم کې تولیدیږي خپل د ضرورت د فامیل د ضرورت وړ سبزی ترې نه استفاده کیږي او کم چې اضافه کیږي محلي بازارونه او دوکانونه دلته مونږ لرو چې ادا غمیندې او خویندې زمونږ چې پلاټونه لري د سبزیجاتو هغه محلي بازارونو ته وړاندې کوي او خرڅوي. هر هغه سبزیجات او میوه‌جات چې په ننګرهار کې وست سترګو کیږي دا ټول د ننګرهار ولایت د زمکو او د بڼوالو او د باغدارانو حاصلات یا د لاس محصول ده. این در حال است که مسئولان زراعت و آبیاری ولایت ننګرهار میگویند که در حال حاضر بیش از 5 کارخانه پروسس و بسته‌بندی سبزی های تازه در این ولایت ایجاد شده اند. تا لحظات دیگر جشنواره بالون ها در ترکیه و پرتاب 200 بالون به فضا. باز هم خوش آمدید. نخستین محموله سپر دفاع موشکی S-400 روسی به انقره رسید. ترکیه در حال سپر دفاع موشکی S-400 را از روسیه تحویل میگیرد که پیش از این آمریکا هشدار داده بود که اگر ترکیه این سپر دفاع موشکی را از روسیه تحویل بگیرد با تحریم های واشنگتن روبرو خواهد شد. همزمان با این ناتو نیز از این کار ترکیه ابراز نگرانی کرده است. وزارت دفاع ترکیه میگوید که روند تحویل دهی سپر دفاع موشکی S-400 از روسیه به ترکیه آغاز شده است. در همین حال وزیر خارجه ترکیه میگوید که توافقنامه خرید سپر دفاع موشکی S-400 از روسیه نهایی است و هیچ تغییر در آن نخواهد آمد. ما همواره در رابطه با سپر دفاع موشکی S-400 گفته ایم که توافقنامه آن نهایی شده است و روند تحویل گیری آن ادامه دارد. ترکیه در حال نخستین محموله سپر دفاع موشکی S-400 را از روسیه تحویل گرفته است که ایالات متحده آمریکا با این کار ترکیه مخالف است. واشنگتن بارها هشدار داده است که اگر انقره سپر دفاع موشکی S-400 را از روسیه تحویل بگیرد با تحریم های ایالات متحده آمریکا روبرو خواهد شد. اما ترکیه میگوید که تحویلگیری سپر دفاع موشکی از روسیه به ترکیه در آینده نیز ادامه خواهد داشت. این روند ادامه دارد. وزارت دفاع تدابیر مهمی را در این باره روی دست گرفته است. هیچ مشکل وجود ندارد و این روند ادامه خواهد داشت. پیش از این دونالد ترامپ گفته بود که آمریکا حاضر است تا به جای سپر دفاع موشکی S-400 سپر دفاع موشکی پاتریوت را به ترکیه بفروشد. اما ترکیه این پیشنهاد آمریکا را نپذیرفت. جشنواره بالون‌ها در منطقه کاپادوکیای ترکیه برگزار شده است. در این جشنواره چهار روزه بیش از 200 بالون به فضا پرتاب خواهد شد. در سال گذشته میلادی بیش از 537,000 گردشگر از این جشنواره بازدید کرده بودند. پس از آن که انگلا مرکل نخست وزیر آلمان سه بار در مراسم استقبال از رهبران جهان به شدت لرزید، این بار از نخست وزیر دنمارک به گونه نشسته پذیرایی کرد. اکنون نگرانی ها بر آن است که بانو مرکل دچار بیماری است، اما او میگوید که هیچ مشکل بهداشتی ندارد. در یک حمله انتحاری بر یک مراسم عروسی در ننگرهار 6 تن جان باختند و 14 تن دیگر زخم برداشتند. گواهان رویداد میگویند که حمله کننده مواد انفجاری همراهش را در میان شرکت کنندگان مراسم عروسی پسر ملک تور فرمانده نیروهای خیزش مردمی در ولسوالی پچیراگام منفجر ساخت. ده ها تن برای شرکت در یک مراسم عروسی زیر این چادر در خانه فرمانده نیروهای خیزش مردمی ولسوالی پچیراگام در منطقه لاند پچیر گرد آمده بودند. اما این حمله این مراسم خوشی را به سوگواری مبدل ساخت. تواره و غر طول وره تغذی که وره دیگیر تیو گرده ول وره باش بنده زن لو باش اغا ور کم واسه انتخاری واسیسی واسه خاش در شیدان و در مولی پامدی اغا ملی اغاش. گواهان رویداد میگویند حمله کننده انتحاری یک پسر نوجوان بود.
سه و بچه خواب شو چه او پروک ماشوم راغه او سکین صادری فقاره او ملکتور عادل مخامخ که ناست آقا پختن تا نوگره وی چی سنگ راقه دی وی وادل راقه دی ما دی تیم که بس یو دراز تیر شو دی مخامخ زی که دل تا چرا تیر شوی منگا تور ملک پده بندی شاکی شو او بس راجب شو تاوی تو سو که او دا کم زیان راغلی او زان را تماریفی کنو او آقا اتوی از آگامی هم دا آگام نراغلی هم ایما پلان که نوم ده تور مالک اتوی چه دا پلار نوم ده بده که انتخاری اوتار شو اوتاری دو سرا دا آقا پا گریوان که بطنه و جا بطنه ده زور ورکولو. زخمیان این حمله به شفاخانه های شهر جلال آباد انتقال داده شدند. او پختن ایتی نو گلوی شدفین دا آگام پلار نوم ده تاسو چه پلار نوم ده وقتو نور سکین رو مالی هم نیسی توکره اوزانه مالی پلاس پس از این حمله همه چیز برهم خورد و اکنون جسدهای قربانیان این رویداد را به گورستان میبرند. سخنگوی والی ننگرهار میگوید که در این حمله 6 تن به شمول ملک تور فرمانده نیروهای خیزش مردمی در پچیراگام جان باختند و 14 تن دیگر زخم برداشتند. 4 لستور تپیان دی تپیان بلابل روختونون تلگده برشوی در پیزیتون حالات نازک خودر شوی. هیچ گروهی مسئولیت این رویداد را تا کنون نگرفتند. طالبان نیز دست داشتن در این حمله را رد کردند. مقام‌های محلی در حوزه جنوب کشور از افزایش بیماری اسهال در میان کودکان نگران هستند. ریاست صحت عامه کندهار میگوید که با افزایش گرما در کشور بیماری اسهال در میان کودکان در ولایت‌های حوزه جنوب افزایش یافتند. در همین حال رئیس شفاخانه حوزه‌ای کندهار میگوید که هم اکنون در حدود 400 کودک در این شفاخانه زیر درمان هستند. نگرانی ها از افزایش بیماری اسهال در میان کودکان در ولایت های حوزه جنوب. ریاست صحت عامه کندهار می گوید که با گرم شدن هوا در کندهار بیماری اسهال در میان کودکان افزایش یافته است. تیر میاشی پرتلا از مرد ای سال استفراق مریضان دو چنده سویدی. یعنی که تیر میاشی مرد فرس که پا طول میاشی پا جیلانتی مرد دو ساو بیستر کلی و دی سال استفراق دو جی نوز با اتمن اغتصالور ساوی. او مرگ و میر چه دی پیسال استفراق شکر دی زموش مرگ و میر دیر ندی زکه چه کل چه او کشنه دی سال استفراق دا واجی تر روختن پر روه رسیجه نو آلت بیاد مرگ امکانات دیر کمی. در اینجا در شفاخانه حوزه‌ای میرویس در کندهار ده ها کودک زیر درمان هستند. خانواده های این کودکان از پزشکان می خواهند که در درمان کودکانشان بی‌پروایی نکنند. ما پکای په ملوسو کیان والا ملونه کدل لکه والد شپې دی دیس ته بیا ولا کټاو د سی شه دی انداغه سی ته بیا سړی پس پس کدی درې څلو ډاکټرانو ته موار وسته یالته وار ولار ته وردا پودی دا پود ته جمعه مبارک ورځ رااله د سی ډاکټرانو وار مرا وسته دا شفخانه ته داخل مکی پرون سره ایس کای اس پرا کو ابلونه کدل بیا د مشام را وسته د مشام ز بیا پر درې بجې باندې د دې سپرا سم سو وس عملونه کیږي نور نه. در همین حال پزشکان از خانواده ها می خواهند که به صحت کودکانشان توجه بیشتر بکنند. اگر کشنان چی دی خورن که باید دی ابزدسی ها پسی شکل سر مراد سی ترسوی در موسمی ناروغی سخ سطل سوی او دا دس ناروغی چی وجون کم دا کچی ری بیغوری کیج پاتیج پکور کی دا والدین دا خواسخ نو دا وجون کی دا او کشنی حلاکوال سی او مرکوال سی. این نگرانی ها در حال ابراز می شوند که آمارهای ریاست صحت عامه کندهار نشان می دهند که همکنون در حدود 400 کودک بیمار در شفاخانه حوزه‌ای میرویس در کندهار زیر درمان هستند. مقام‌های محلی جوزجان می‌گویند برای آن شمار از شبکه‌های مخابراتی که به علت کارکردهای غیر مسئولانه متوقف شده بودند دوباره اجازه فعالیت داده شده است. سخنگوی والی جوزجان می‌گوید که فعالیت شماری از شبکه‌های مخابراتی در جوزجان پس از آن از سوی حکومت متوقف شدند که شب هنگام خدمات انجام نمی‌دادند. او می‌افزاید که نمایندگان این شبکه‌ها تعهد سپردند که به گونه 24 ساعت خدمات انجام می‌دهند. بر بنیاد اطلاعات مقام‌های محلی جوزجان در این ولایت شبکه‌های مخابراتی روشن، اتصالات، MTN، افغان بسیم، سلام و افغان تلکام فعالیت دارند که از این میان
فعالیت شبکه های افغان بسیم، روشن، MTN و اتصالات به علت آنچه که کارکردهای غیرمسئولانه از سوی مقام های محلی جوزجان گفته شده است، از 4 روز بدین سو متوقف شده بودند که اکنون دوباره اجازه فعالیت به آنها داده شده است. هرگاهی که شبکه‌های مخابراتی آماده شدند به شکل 24 ساعته به مردم ولایت جوزجان خدمات مخابراتی را ارائه بکنند، اجازه فعالیت دوباره برشان داده خواهد شد. باشندگان جوزجان میگویند که از روز یکشنبه بدین سو شمار از شبکه های مخابراتی به علت آنچه که تهدیدهای امنیتی میگویند از ساعت 5 عصر تا بامداد فعالیت هایشان را قطع میکردند. در پی این اقدام مسئولان محلی جوزجان به شبکه های مخابراتی در این ولایت هشدار میدهند که اگر به گونه 24 ساعت خدمات انجام ندهند اجازه فعالیت به آنان داده نمیشود. شبکه قطع است، روزانه دولت قطع میکنه، شب طالبان قطع میکنه، تماس گرفته نمیتونم همراه فامیل خود. تقریبا مدت 1 هفته میشه که آنتنای ولایت جوزجان قطع شده، نمیتونیم نه از طرف روز نه از طرف شب اول فامیل خود بگیریم، زیاد نگران هستیم. در ضمن شارع جوزجان با مزار شریف هم نوام شده، این روزا با روابط بخص مردم چیز ملکین بتونه با راحتر افتماد کنند. اکنون سخنگوی والی جوزجان میگوید که نمایندگان شبکه های مخابراتی تعهد سپردند تا به گونه 24 ساعت خدمات انجام دهند و هر شبکه‌ای که از این تعهد سرپیچی کند اجازه فعالیت با آنها داده نخواهد شد. ولایت جوزجان وضعیت امنیتی مخصوصا در مرکز ولایت جوزجان خوب است و هیچ تهدیدی در مقابل فعالیت شبکه های مخابراتی وجود ندارد، ولی شبکه های مخابراتی با حرکت غیر مسئولانه از طرف شب خدمات شبکه های مخابراتی را قطع کردند. در این باره دیدگاه مسئولان شبکه های مخابراتی را به دست آورده نتوانستیم، اما باشندگان جوزجان میگویند که بسته بودن شبکه های مخابراتی از یک سو زیانهای مالی به دنبال خواهد داشت و از سوی دیگر مردم با مشکل روبرو خواهند شد. در کابل یک تالار سینما به تازگی گشایش یافت که در یک زمان گنجایش 80 تماشاچی را دارد. مسئول این تالار تلاش کرده که روزهای را در هفته ویژه برای خانواده ها و بانوان اختصاص بدهد. مدیر اجرایی سینمای آی خانم میگوید که این تالار به تلاش مسئولان شهر کتاب و مرکز مطالعاتی پول آماده شد و هدف آن تقویت فرهنگ فیلم دیدن و رشد سینما و فیلم در افغانستان است. ما اینجا سعی کردیم امکاناتی را در نظر بگیریم، یعنی تایم های مشخصی را برای خانواده ها در نظر بگیریم، حتی ما روزهای مشخصی را که روزهای سه‌شنبه هست مخصوص خانم ها هست. معاون فرماندهی پلیس کابل از بحر خشونت در برابر خبرنگاران پوزش خواست. نجیب الله سرتیر معاون فرماندهی پلیس کابل میگوید که 2 تن از سربازانش از روز جمعه گذشته تا کنون در بازداشت به سر میبرند، اما او هیچگاه نخواسته است که به خبرنگاران بی حرمتی کند. اما شماری از خبرنگاران عامل اصلی خشونت در برابر خبرنگاران را معاون فرماندهی پلیس کابل میدانند و رهبری وزارت امور داخله را در اجرای قانون در برابر مقام های بلند پایه و ناتوانی و به پروایی متهم می‌سازند. معاون فرماندهی پلیس کابل در برابر گروهی از خبرنگاران در دفتر کارش از بدرفتاری با شماری از خبرنگاران پوزش خواست. متاسفانه بعضی از دوستا با خواهش‌های مکرر یا سهر ترک نکردن، اما یک قسمت راستی ها شکار کامره شدیم، اما یک کسی را تلا کردیم و معذرت می‌خواهیم از پیشون. در حالی که معاون فرماندهی پلیس کابل به دفتر کارش می آید و کارهای امنیتی کابل را مدیریت می کند، وزارت امور داخله می گوید که برای او مجازات انضباطی در نظر گرفته شده است. همیشه نیروهای امنیتی با خبرنگاران خشونت کرده، هیچ وقت نشده که پرونده از یا بسران والی معرفی شود تا باشد پند به دیگرش باشد. ما از دولت خواهان هستیم که کسایی که اصل کار ایجور انجام میده و برای علیه خبرنگاران خشونت میکنه اینا را مجازات بکنه و گرفتار بکنه، نه اینکه کسایی که زیر فرمان اونا هستند. هرچند تصویرها نشان دهنده علت کوب خبرنگاران از سوی خود معاون فرماندهی پلیس کابل است، اما وزارت امور داخله 2 سرباز پلیس را در این باره زیر بازجویی قرار داده است. کسایی که زورآور هستند و کسایی که
مجرم هستن، اونا به پنجه قانون سپرده نمیشن، مردمای کمزور پنجه قانون سپرده میشن، این یک ظلم است. انتظار می رفت که وزارت امور داخله پرونده بدرفتاری سربازان و نیز معاون فرماندهی پلیس کابل را در برابر خبرنگاران بلوی سارنوالی بفرستد، اما این پرونده نه تنها بلوی سارنوالی فرستاده نشده است، بل نجیب الله سرتیر همچنان به کارش ادامه می دهد. معاون نخست رئیس جمهور میگوید که طالبان همزمان با تلاش های صلح میکشند که با گرم نگه داشتن میدان های جنگ امتیاز به دست آورند. جنرال دوستم که برای بررسی اوضاع امنیتی به ولسوالی های آقچه و فیض آباد ولایت جوزجان رفته است، میگوید که طالبان را سرکوب خواهد کرد و در این باره با رئیس جمهور نیز گپ زده است. جنرال دوستم، معاون نخست رئیس جمهور، با بسیج نیروها بار دیگر به خط جنگ می رود. در یک گزارش که از سوی دفتر مسئول رسانه های جنرال دوستم برای تلویزیون باتور تهیه شده است، آمده است که کاروان موترهای آقای دوستم در مسیر ولسوالی های آقچه و فیض آباد با کمین طالبان نیز روبرو شده است. هم مذاکره سال طرف روان است، هم یک امتیاز بگیرم گفته، این امی تلاش است. بخیر اینطور جنگ ها را زیاد در جای شاندیم، ایران بخیر در جایش میشاریم. در روزهای پسین شماری از ولایت های شمال کشور بر شمال ولایت فاریاب گواهی درگیری های سنگین میان نیروهای دولتی و طالبان بوده است، چنان که گزارش ها می رسانند که در یک درگیری تازه نیروهای امنیتی و طالبان در ولسوالی بلچراغ ولایت فاریاب 24 تن از نیروهای ارتش محلی کشته و زخمی شدند. لوی جرگه مشورتی که شما جنگ بند کنین و بندی ها را خلاص کنین، در حدود 800-900 نفر از زندان پلچرخی و حسن نیتی که دولت مقابل مخالفین داشت او را رها کردن، مرباز همونه و جنگ شدت میتن، اصلا خلاف تمام اصول دوستی و اصول صلح و ای گپ هاست. جنرال دوستم پیش از این هم چندین بار نیروهای امنیتی را در نبردهای شمال به ویژه در نبردهای فاریاب رهبری کرده است، اما ظاهرا اوضاع در این بخشهایی از کشور بهبود نیافته است. شرکت پیمانکار پروژه توسعه بند کجکی از پیشرفت کار برای نصب توربین های جدید در بند کجکی خبر می دهد. مسئولان این شرکت می گویند که تا 2.5 سال دیگر 100 مگاوات برق بیشتر در بند کجکی تولید و به شبکه برق جنوب کشور افزود خواهند شد. از سوی هم مسئولان شرکت برشنا در کندهار می گویند که با توسعه بند برق کجکی گذشته از افزایش ظرفیت تولید برق در این بند، ظرفیت آبگیری این بند به بیش از 2 برابر افزایش خواهد یافت. پروژه توسعه بند برق کجکی که در چارچوب برنامه مشارکت عام و خصوصی از سوی یک شرکت ترکی عملی می شود، با بلند ساختن کاسه بند ظرفیت آبگیری این بند به بیش از 2 میلیارد متر مکعب آب خواهد رسید. مثلا شرکت پیمانکاری این پروژه میگویند که با نصب بیش از 3 توربین ظرفیت تولید برق این بند به 151 مگاوات افزایش خواهد یافت. اکنون ما در چارچوب برنامه مشارکت عامه و خصوصی روی پروژه کجکی سرمایه گذاری می کنیم که بر بنیاد آن با نصب توربین های بیشتر، هر یک با ظرفیت بیش از 33 مگاوات ظرفیت تولید برق این بند به 151 مگاوات خواهند رسید و این پروژه تا 2.5 سال دیگر به بهره برداری سپرده خواهند شد. بند کجکی بر دریای هرمند ساخته شده است و این بند یکی از منابع بزرگ برای تامین نیروی برق و آب برای ولایت های زابل، کندهار و هلمند به شمار می رود. دغه بویخه بنیاد باید یوار شخص شول سی پله د لانی د فابریکه د فونډیشن کار روان دی او هغه کم تونل چې بند پاغه هغه باندې کار روان دی او باید پرچاوه هم لوړ سی د پرچاوه سروي روانه ده. در حال حاضر ظرفیت تولید برق بند کجکی 51 مگاوات است، اما به گفته مسئولان شرکت برشنا با توسعه کاسه این بند گذشته از افزایش ظرفیت برق این بند، ده ها هزار جریب زمین بیشتر در حوزه جنوب کشور از این بند آبیاری خواهند شد.
شماری از رانندگان در مسیر شاهراه کابل کندهار از ویران بودن بیش از حد این جاده شکایت دارند. این رانندگان میگویند که در کنار ناامنی ها تخریب بیش از حد شاهراه سبب مشکلات آنان و مسافران این مسیر شده است. از سوی هم وزارت ترانسپورت میپذیرد که به علت ناامنی ها تا کنون شرکت پیمانکار کار بازسازی این شاهراه را آغاز نکرده است. شاهراه کابل کندهار یکی از شاهراهای مهم کشور که 13 سال پیش با هزینه میلیاردها دلار از نو ساخته شد. اکنون شماره از رانندگان میگویند که بیشترین بخشای این جاده بیش از پیش ویران شدند و حکومت در بازسازی آن بی‌پروایی میکند. سالوی گزار دلار یا 404 اخلو په دی لار یا پیره دوا پیره چو کی بیا بیرته خراب راځي. لار زخت خراب ده، موټر په وخت نسی رسیدلای، مسافر ډیر په تکلیف دي. بارونه شوی موټران شپه کیږي، یو موټر هم نس روغ را رسیدل، چکرونه کیږي دغه سړک د عملسه ټول شی خراب سی وی دي. جرونه دي چار جار دوی ګوري چورونه په څونه مشکل موټر ورکته سیورونه پوس وکنه بیرته چخی جوړونه بیا اخر مسافرین جنجال کی چورونه مونږ ول نه وخت راسه. شاهراه کابل کندهار با درازی بیش از 500 کیلومتر در کنار اهمیت اقتصادی و ترانزیتی به کشور، بیشترین ولایت های جنوبی و غربی را با هم پیوند می دهد. اما این جاده در ولایت های ناامن کشور واقع شده است و اکنون به گفته وزارت ترانسپورت بازسازی هر کیلومتر این جاده نیاز به 100 هزار دلار دارد. شاهراه کابل الا کندهار دو بخشش قراردادش امضا شده که از پل کمپنی شروع تا به ولایت میدانشهر، میدانشهر الا غزنی، این شورا به روزای نزدیک کار شروع میشه. بعضی مشکلات امنیتی در ساحه موجود بود، تا امروز نتونستن شرکت قراردادی ما کار شروع کنه و ان شاء الله به زودترین وقت تدابیری که اداره زیرک گرفتن کار شرکت قراردادی آغاز میکنه. جاده کابل کندهار در حدود 13 سال پیش با کمک ایالات متحده آمریکا ساخته شد، اما اکنون حکومت میگوید که یکی از علت های تخریب زود هنگام این جاده کیفیت پایین ساخت آن نیز بوده است. یک جنرال بلندپای آمریکایی بیرون شدن زود هنگام نیروهای آمریکایی را از افغانستان اشتباه راهبردی می‌داند. جنرال مارک میلی، نامزد ریاست ستاد مشترک ارتش آمریکا، از پیامدهای خروج پیش از وقت نظامیان خارجی از افغانستان هشدار می‌دهد. جنرال میلی میگوید که واشنگتن در افغانستان منافع دارد و این منافع با گفتگو با طالبان و پیدا کردن یک راه حل به جنگ این کشور تامین شده می‌توانند. ادامه خبرها پس از وقفه. راشد خان آرمان در رقابت‌های 20 اوره کاپیتان تیم ملی کرکت افغانستان بود، اما اکنون کاپیتان تیم ملی در رقابت‌های 5 اوره و تست نیز خواهد بود. رئیس عمومی بورد کرکت افغانستان امروز تا نشست خبری میگوید که رهبری راشد خان برای تیم کرکت افغانستان سودمند خواهند بود. نن رسما مشتاسته از موږ ګران رو راشد خان د افغانستان د ملي لوبډلې د دروسر پرمټ کیپټن دی او دوی د افغانستان د ملي لوبډلې رهبری کوي. ذکر روان T20 ورلد کپ چې په 2020 کې د سره کیږي، هغه ته به آمدګی وي د بنگلاديش سیریز ته، د همداسې د ویست انډیز سیریز ته. در این نشست خبری راشد خان آرمان گفت که اصغر افغان با او با حیث معاون کپیتان همکاری خواهند کرد. حیث کپیتان اصغر افغان ده داغی مین وجه هم داده چه سلور کاله لبدلی کپیتان پاتی شوه و یوازینه اصغر ده چه ما سرم رست کوایشی چه دا لبدل مخی یوسو داغی اکسپیرینس داغی کپیتان اکسپیرینس با دما دا پارا دیر ضروری بی. راشد داسی استور دی چې ټول دنیا یې پیژني. افغانستان کرکټ بورډ په دې باندې حساب کړی دی، په درې فرمټو کې کپتان دی. گلبدین نایب پس از آن از کپتانی تیم ملی برکنار می شود که کرکت بازان کشور تمامی نوع رقابت را در جام جهانی انگلستان و ولز با شکست همراهی کرد.